حالا این ما بیشتر برامون این مهمه که داخل چرا وقتی مطرح میشه اینا نمیدونم، حالا شاید خودتون دقیق‌تر میدونید، خیلی جدی گرفته نمیشه. مثلا دکتر کرمی یادم مصاحبه کردم گفتم ما میریم این ور اونور این هشدارا رو به مسئولین میدیم، بعضا حتی نه تنها جدی نمیگیرن که وکالت تمسخر هم بهمون برخورد میکنن. خب ما در مورد آب زمزم من سه تا برنامه تو عصر رفتم، بله، یه مصاحبه مطبوعاتی تو فارس انجام دادیم با مدارک و اسناد و مقاله روزنامه‌ای که در انگلیس چاپ شده بود که به خاطر حجاجی که می اومدن از مکه اونو گفتن که این آب مسموم، آرسنیکش این انقدر، بله، و نیتراتش انقدر، آب مسمومه، آب نخورید. ما اون مدارک رو به حج زیارت از من خواست براشون آوردم، همه این کار رو کردیم، باز همه دوره فرستادن، به هیچ کس هم نگفتن از اون آبی که تون بشکای نارنجی هست نخورید، باز به کسی نگفتم. به من گفتن ما به همه میگیم از آب معدنی بخوریم، آب معدنی میبریم، ولی وقتی رفتم به کسی نگفتن. یعنی این انکار کردن یک واقعیت تقریبا به فرهنگ داره میشه. من اینو تو آب زمزم دیدم. بعد بقیه مسلمین جهان هم از همون میخورن، همون هم مریض میشن. بله. بعد این ردیابیش که این از کجا شروع شد که از حج خونین اول شروع میشه. این رد این چون قبل از اون هیچ کس مریض آنفلانزا نمیشد. اصلا آمارش نیست کسی مریض. قبل از اون حج 66 هیچ کس مریض نمیشه. یک نفر آمار هم نیست که یعنی آنفلانزا بگیره سه ماه خوب نشه. درست. یه سمه از طریق آب وارد شده. چون بعد از دو سال که ما نرفتیم رفتیم اتفاق افتاد. بعدم دیگه نه برای حج زیارت مهم بود. به قول رئیس دکترای هلال احمر تو مکه اون موقع میگفت ما از تقدس آب زمزم میترسیم. اون چیزی که انستیتو پاستور به ما داده رو اعلام بکنیم. اینو فیلم بداری کردم تو اصلا آوردم، درست، تیکر آوردم، ولی باز چه اتفاقی نمیده، باز همه رفتن هست. بعد رفتن بعد تو منا این تعداد آدم کشته شدن و باز خود انکاری هست. یعنی کسان که مهم نیست. حالا یه مثال به شما بزنم، چون یه مصاحبه هست که من تو ماه رمضان یک برنامه با شهر رفتم، رئیس شورای شهر آقای دکتر چمران دعوت کردم. یکی از بحثایی که داشتیم که آقا این شبکاری توی تهران یعنی چی؟ شب تا صبح مدت 7 ماه تیر آهن میریزن، آهن میریزن، آجر میریزن، بتون ریزی میکنن شب تا صبح. این مطلق بیفرهنگیه و مطلق پاگذاشتن حقوق مردمه. این چه شهرداریه؟ این چه قوانینیه؟ کجای دنیا شون یک شهر نشون بدیم اونجوری زور با تکبر این کارو بکنن که بتونن مثلا تراکم بفروشن؟ درست. و این خیلی چیزی گفتم. خودم اون شب یعنی یکی از اون شبا فیلم داری کردم، هم خونه که پشت در خونه ما بود اومدم گفتم این کامیون در اون ساعت 2 نصف شب داره خاک برداری میکنه، بین مکانیکی داره کار میکنه، خود صحبت کردیم و رفتیم. نتیجه این شد دیروز از همون جرات شده دیدیم تمام این کامیونای بانکر بتون ریز 10 تاشون روز دارن یه کار میکنن. آها، شب تعطیل. یعنی شب تعطیل شد، یعنی یک ماه نکشید نتیجهش. بله، نتیجه دیدم. دوستان پشت خونه ما جای دیگه تهران نرفتن، ولی همه اون کامیونی همه تا صبح بیدانی گرم داشتن روز دارن کار میکنن که با کسی هم کار نداشتن، ترافیک هم میره و میاد. تا یه بار نگی محکم هم نیستی بیتار رو کنن بیتار. خب این بس میشه درست شد. در طبع آب زمزم مطور یه بیزنس بزرگیه حج، منافع یه سری به هم میرزه، یه خیلی دارن نون میخورن توش. یعنی نون خوردن خیلی واجب تر بود تا اینکه شما موجود سلامت. اولا باید اعلام وقتی ما هم چیز میریم یاد بگین من دارم چرت میگم، من به نزن اوین، یا بگین درست میگید ما درست میکنیمش، نه اونو میگن نه اینو میگن. ادعای دیگه، یا ردش بکنید یا گوش کنید. میگم مدارک چیه؟ میگم مدارک میذارم رو میز، میگم که اول چرا باید انگلیس این کارو بکنه، چرا شما این کارو نمیکنید، چرا تحقیقات انستیتو پاستور رو به مردم نمیگید؟ من با فیلمبردارم رفتم اونجا و دکتر کاروانم رفتم مصاحبه کردم با رئیس کار هلال احمر سال 2007 در مکه و همین رو گفت. حتی گفت این ویروس اسمش چیه و پادزهرش کجاست، یکی از دکترها گفت، یکی دکتر با تعصب گفت.
چون تو رو ببین کسی که سوال کنه، سوال نکردنش مسخنده داره. چرا تلویزیون نرفته دنبال این موضوع؟ یعنی ما اینقدر کشوری گیجی هستیم که همه میرن تو همه کاروان مریض میشن، سه ماه مریض میمونن، پیگیری هم نمیشه، بعد به بقیه هم منتقل میکنه، ولی مهم نیست. یعنی مریضی هیچ مهم نیست، بعد مریضی که منجر به سرطان میشه. این تعداد افراد توی ایران سرطان گرفتن چند درشون از این آب گرفتن عجب. که آرسنیکش اینقدر بالاست سرطان زاست. درست. کسی جوابگو نیست. یعنی اون بتون ریزی شب تبدیل شد به روز با یه کار رسانه‌ای. بله، با چه رسانه‌ای که آقای مهدی چمران تشریف آوردن و صحبت کردن و ولی آب زمزم سه تا برنامه رفتیم چون بیگ بیزنسه، خیلی دارن پول در میارن و بعد یک بیتوجه مفت به سلامتی مردمه. این دیگه اصلا آدم بعض ما میگه اصلا از این کشور باید بره. کشوری که خودش دلش برای خودش نمیسوزه نمیتونی بمونی توش. عجب. خودتون موضوع خودتون نیستین، دلتون نمیسوزه چه وضعی؟ کی نظارت میکنه؟ میدونین؟ یعنی آرسنیک خیلی مسئله مهمه. اگه من اگه دارم میگم در رابطه آب، آبی که میارن و این مسموم هستش و بعد میگم که آشو دقت کن هیچ کدوم از شورت ها از این آب نمیخورن، همشون تو جیبشون یه دونه آب معدنی کوچیک، همشون. چرا بهشون گفتم؟ این یه بحث بود. یه بحث دیگه هم که باز من سال قبل هم تو راز رفتم هم تو اصل رفتم، این چه معنی داره ایران سکوت بکنه؟ ایرانی که قدرت معنویه، هم قدرت نظامیه هم قدرت معنویه،